نگرانی. واقعا نگرانی بد چیزیست. نویسنده جلیل محمد قلی‌زاده، مترجم کریم کشاورز، تهیه شده در استدیو بامداد، مؤسسه فرهنگی هنری بامداد امید سبا. Özün kimi bu karlıdır oca damarı üstüne bir yaraşır. در اتاق شماره 3 مهمانخانه اسلامیه تفلیس دو مسافر منزل کرده بودند. هر دو از مردم نخجوان بودند، یکی مشهدی حیدر بزاز و دیگری مشهدی غلام حسین پیلور. همون روز شخص دیگری هم وارد آن مهمانخانه شد. او هم مشهدی محمد باقر شیروانی بود که چون در اتاقهای دیگر جا نبود، قبلا دوتا مشهدی را راضی کرد و در اتاق شماره 3 تخت خوابی گذاشتند و هم اتاق ایشان شد. جنگ شهر. مهمان به سبب جنگ اروپا ازدحام عجیبی در شهر برپا بود و در مهمانخانه ها جای سوزن انداختن پیدا نمی شد. مجال اینکه شخص در پی فراخی منزل و آسودگی و راحتی باشد نبود و این گونه جا تنگی ها و ناراحتی ها را همه قبول داشتند، اما گرانی قیمت ها که دیگر جای خود داشت. مسافر سوم یعنی مشهدی محمد باقر شخصی معارف پرور بود و در تفلیس آشنایان فراوان داشت. همان شب دو نفر از جوانان فرهنگ دوست مسلمان به دیدن او آمدند. یکی میرزا رضا تبریزی، مخبر روزنامه و جوانی غیرتمند و صاحب معلومات بود، و دیگری حسن بک گنجوی، شاعر و ادیب که مدرسه روسی را تمام کرده دانش و ادب مسلمانی را هم پیش خود آموخته بود. از اتاق شماره 3 سماوری خواستند و این پنج آقا پس از اندک مدتی با هم آشنا و مهربان شده از این در و آن در صحبت می کردند. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که شخص سومی هم به دیدن نخجوانی ها آمد و او میرزا محمد قلی معلم بود. آقایان صحبتشان گل انداخته بود و چای می نوشیدند. میرزا محمد قلی قند در استکان چای انداخته روی به مشتریان خیش کرد و گفت: مشهدی غلام حسین، از خانه خیلی نگرانم. قریب یک هفته پیش برادرم از نخجوان نوشته بود که صادق مریض است. طفلک از همان بچگی رنجور و علیل بود، ولی آنجور که در کاغذ نوشته بود واقعا من ترسیدم. اول کاغذ نوشتم، بعد طاقت نیاوردم و تلگرامی هم زدم. تا حالا نه جواب کاغذ آمده نه تلگرام. این است که وقتی خبر ورود شما را شنیدم، خود را به اینجا رساندم و گفتم شاید شما اطلاعی داشته باشید. اولا بلکه جعفر ما را در بازاری جایی دیده باشید، یا اینکه از خانه ما چیزی شنیده باشید. غرض خیلی نگرانم. مشهدی غلام حسین و مشهدی حیدر جواب دادند که از بیماری صادق نه در نخجوان چیزی شنیدند و نه جعفر را در بازار دیدند و هر دو اظهار تأسف کردند که از این بابت خبری ندارند. آقایان در این گفتگو بودند که در اتاق یواشکی باز شد و مجدداً بسته شد. دو نفر از کسانی که در اتاق سرگرم صحبت بودند متوجه این گونه گشوده و باز شدن در شدند، ولی دیگر مهمانان دقت نکردند و آن دو نفر هم که دیده بودند اهمیت ندادند. آن کسی که در را آهسته گشود و سپس بست مأمور پلیس بود. او تغییر لباس داده توی کوچه میان جمعیت مشغول گردش بود و میکوشید کسی نداند او چه کار است.
این شخص ساعتی پیش ضمن گردش در خیابان متوجه شده بود که چند نفر مسلمان در مهمانخانه اسلامی جمع شدند و زنین شد که اینها بیکار نیستند و کسانی که در اتاق شماره 3 گرد آمده اند یقین به صحبتهای پلیتیکی یا ملی سرگرمند و دارند تدابیری اتخاذ می کنند. و این بدیهی است که پاره‌ای از جوانان به بعضی مسائل می‌پردازند. مأمور پلیس پس از آنکه در را اندکی گشود و نگاه کرد، آقایان را دید، ولی ندانست که چه می‌گویند و توقف در دالان مهمانخانه را بیش از آن جایز ندید. زیرا ممکن بود صاحب مهمانخانه و مستخدمین بگویند تو کیستی و چه میخواهی؟ بدین سبب مأمور مزبور یواشکی راه افتاد و وارد کوچه شد. آقایانی که در اتاق شماره 3 گرد آمده بودند از نگرانی میرزا محمد قلی نخجوانی اظهار تأسف کردند، چون دیدند بیچاره واقعا مضطرب است. مشهدی محمد باقر شیروانی استکان دوم چای را به طرف خود کشید و روی به میرزا محمد قلی کرده گفت: میرزا، میدانم حالا تو چه میکشی، چون به سر خودم هم آمده. واقعا نگرانی بد چیزیست، خدا نصیب نکند. پارسال یعنی تقریبا 8-9 ماه پیش تابستان بود، بچه ها را فرستاده بودم ده، خودم هم در شهر مانده بودم. هوا هم هر قدر بخواهی گرم بود. غروب بود، نشسته بودم و چای می نوشیدم. ادیب خرمی هم منزل ما بود. در باز شد و نوکرمان قاسم آمد تو. من یکی خوردم. گفتم قاسم چه خبر شده؟ قاسم جواب داد که آقا خانم گفت زود بیایید ده. گفتم چیه؟ چه شده؟ راستش را بگو ببینم. بچه که مریض نشده؟ گفت نه والله آقا جان، هیچ کس مریض نشده، اما بچه کوچک تا صبح نخوابید و لاینقطع گریه کرد. نمیدانم قلنج کرده بود چه بود. خانوم مرا فرستاده که هر کاری داری بگذار و تشریف بیاورده. گفتم قاسم یقین پیش آمدی کرده، از من پنهان مکن، راستش را بگو ببینم، شاید از من پنهان میکنی، شاید بچه طوری شده. نوکرمان دیگر بیش از این چیزی به من نگفت، اما آخر آدم عقل دارد. فکر کردم که راستی اگر واقعه خوفناک یا مصیبتی رخ نداده باشد، زنی که مرا به ده احضار نمی کرد، چون بیش از یک هفته نبود که از ده آمده بودم. خلاصه هرچه فکر کردم عقلم به جایی نرسید. برخواستم و درشکه گرفتم و قاسم را هم برداشتم و راه افتادیم. در راه بودیم که هوا تاریک شد. هزار جور خیال به سرم زد و در نظرم مجسم شد. گاه به خود می گفتم که یقین بلایی به سر بچه آمده است. گاه می گفتم شاید مادرش بیمار باشد و نوکر از من پنهان می کند. خلاصه تا رسیدیم خون خونم را خورد. وقتی وارد شدم دیگر مرده بودم، جان توی تنم نداشتم. سرانجام رسیدیم و پرسیدم چه شده؟ چه پیش آمدی کرده؟ معلوم شد که بچه شب قدری درد دل داشت. بالاخره یک قاشق چای خوری روغنش دادند و خوب شد. خلاصه این که نگرانی بد چیزی است. بله واقعا از نگرانی بد، واقعا نگرانی بد چیزی است. بله. حسن بک گنجوی شاعر و ادیب به پا خواست و دو تک قند توی استکان خالیش انداخت و برای خودش چای ریخت و ضمناً چنین گفت: مشهدی، حالا تو این را میگی؟ ولی آن نگرانی که من کشیدم، خدا نصیب هیچ بندهش نکنه. 3 یا 4 سال پیش بود، درست یادم نیست، بخش علی بک ما عازم گنجه بود. بردمش به ایستگاه راهن، بلیط برایش خریدم و راهش انداختم و رفت. صبح روز بعد از تفلیس خبر رسید که یکی از واگن‌های قطار چپه و داغان شده. مسافرین چند نفرشان زخمی و چند نفر کشته شده. من که این را شنیدم راستی مردم. عجب. هرچند معلوم نبود کدام واگن چپه شده، ولی گویی به من یقین شده بود که واگن داغان شده همان است که بخشلی بک نشسته بود. برداشتم و به برادرم در گنجه تلگرام زدم. خدا رحم کرد که همان روز خبر آمد.
خود بخشلیبک جواب داد که نگران نباش، سلامت به گنج رسیدم. ولی بالاخره معلوم نشد واگونی که چپه شده بود مال کدام قطار. مربوط به قطاری بود که از باکو می آمده یا به باتون می رفته است. قرص هر که هر چه می خواهد بگوید، از نگرانی در دنیا بدتر چیزی نیست. در این موقع باری دیگر در اتاق اندکی باز شد و پست شد، ولی آنان که در اتاق بودند اعتنایی نکردند. باز هم چند نفر از آقایان گفتند واقعا از نگرانی بدتر هیچ چیز نیست. مشهدی حیدر نخجوانی سیگارش را زیر پا انداخت و چنین سخن آغاز کرد: حسن بک، حالا باز دلواپسی تو زود تمام شد. خداوند یاری کرد و نگرانیت بیش از یک روز طول نکشید. اما امان از وقتی که آدم یک هفته تمام نگران باشد. گوش کن آقا، بفرمایید. نه میل به خواب داشته باشد، نه اشتهای خوردن و نوشیدن. 9 روز گذشته، 1 هفته بعد از عید به ایروان رفته بودم. قرار بود خانه مشهدی سلیم پسر عمویم حاجی معصوم وارد شوم. چون مرحوم عمویم حاجی معصوم با حاجی نعمت الله دوست صمیمی بودند، به محض رسیدن من به ایروان، مشهدی علی اکبر پسر کوچک حاجی به پیشواز من آمد و به زور مرا به خانه خود برد و لازمه احترام و مهربانی را به جا آورد. خلاصه مقصودم این نیست. شب خوردیم و نوشیدیم و خوابیدیم. راستی من شخصا به خواب هیچ اعتقاد ندارم، ولی آن شب به خواب دیدم که مشهدی کاظم ما مرده است. صبح از خواب برخاستم، به کسی چیزی نگفتم، چای نوشیدم و به اتفاق مشهدی علی اکبر به بازار رفتم. خواستم وقتی به آن خواب نگذارم، اعتنا نکنم، اما دیدم دست و دلم به کار نمی رود. به هر کاری میخواهم دست بزنم، خوابم جلوی چشمم میآید. دیدم چاره ای نیست، برداشتم و 1 تل سرچنایا فرستادم. آن روز تا شب قرار و آرام نداشتم، نمیدانستم چه میکنم. خوردن و نوشیدن را به خودم حرام کردم. خلاصه شب را 1 جور گذراندم. صبح شد ولی از تلگرام خبری نشد. تا بعد از ظهر چشم به راه ماندم. وقت نهار بود که سرانجام تلگرافچی آمد و تل را به من داد. باز کردم و خواندم، از خانه بود. از طرف مادرم نوشته بودند که بیدرنگ به نخجوان بیا. به محض اطلاع از مضمون تلگرام در جا خشکم زد. خلاصه سرتان را درد نیاورم. همان روز اساسیه را جمع کردم و راه افتادم. غروب روز بعد به نخجوان رسیدم. اما تو نگو، بی‌انصاف‌ها به من خبر ندادن. مشهدی کاظم سر و مر و گنده و همه تن درستند. فقط معامله‌ای داشتیم بر سر یک باغ. باغ را به کس دیگر می‌خواستن بدهند. اگر من خودم را نمی‌رساندم، باغ از دست ما می‌رفت. خلاصه ببینید در آن چند روز من چه کشید. باری چیزی سخت تر از نگرانی در دنیا وجود ندارد. بله بله، سخن از نگرانی بدتر هیچ چیز نیست. چهار ساعت از شب گذشت. هر 3 مهمان به پا خواستند و خداحافظ و سفر به خیر گفتند و از مهمانخانه خارج شدند و در راه می گفتند واقعا نگرانی بد چیزیست. راستی که از نگرانی واقعا نگرانی بد چیزیست. مشهدی حیدر و مشهدی غلام حسین و مشهدی محمد باقر که در مهمان خانه مانده بودند، خواستند لباس کنده بخوابند و ضمناً به یکدیگر می گفتند راستی در دنیا از نگرانی بدتر چیزی نیست.
اما مأموری که تغییر لباس داده بود، او هم مدتی در اطراف مهمانخانه پرسه می‌زد تا بداند این ملت پرست‌ها به چه منظوری در مهمانخانه جمع شدند و چه مسائل سیاسی را طرح کرده، چه تدابیری اندیشیدند. ولی هر قدر کوشید چیزی درک نکرد و چون چیزی درک نکرد نگران شد. حقیقتاً در دنیا از نگرانی بدتر چیزی نیست. کارگردان شیما صادقی، صدا پیشگان امیر حسین بازگیر، ایرزا محمد قلی، مصطفی ایزدی، مشهدی محمد باقر شیروانی، حامد عابدی، حسن بک گنجوی، علی افضل، مشهدی حیدر نخجوانی، شیما صادقی راوی، موسیقی و میکس علی افضل، موسیقی تیتراژ ترانه آذربایجان از رشید بهبودوف، تهیه شده در استدیو بامداد مؤسسه فرهنگی هنری بامداد امید سبا.